قبل از آغاز دور نهیوی آزمون جمهوریوی فروغ سوپی دانایی در نهیه بلجوان، رئیس نهیه برآمد نموده ابراز داشت که در پیام نوبتی خیش پریزیدنت مملکت اوید به آزمون مذکور فکر و عقیده خیش رو بیان کرده، بحری شفاف و در سطح بلند گذراندن آن دستور داده بود. به حکمان اشاره نمود که بهترین ها رو معین و به دور نوبتی رو خط دهند. انوشیروان یکی از اشتراکچیان فعال آزمون جمهوریوی فروغ سوپی دانایی در نهیه بلجوان می باشد. برای غالب آمدن در این آزمون تیاری خیلی خوب دیده است و اثرهای زیاد خوانده شعر و غزل، مثنوی و ربایی و دو بیتی ها رو از بر کرده است. اشتراکش در دور نهیوی آزمون به حکمان پسند آمد. از روی نمینسی خواندن و از یاد کردن ادبیات کلاسیکی اشتراک کرده ایستادم و از یاده از 100 اثری بدهی را مطالعه نمودم و از یاده از 2000 مصرع را از بر نمودم و باوری دارم که از در نهایه گذشته با دور ولایتی را خود یافته با دورهای منبعدی تیاری میبینیم. واقعا هم برگزاری این آزمون شوق و ذوق نورسان و جوانان را به کتابخانی بیشتر کرده است و هنگام مطالعه اثرها و مضمون نقل و روایت، حوادث تاریخی و شعر و داستانها اهمیت میدهند و معنای آن را درک مینمایند. در نهیه بلجوان شماره اشتراکچیان دور نهیوی در نامینیسیه های آزمون از حساب کلانسالان نیز خیلی زیاد است. برای آبروی نهیه، برای آنی که فرزندهای ما دیگر نورسان و جوانان و نوجوانانی که هستند و عموما اشخاصی که بینند که نو است از سن سال خواندن کتاب و معرفی نمودن این کتاب ها برای مردم ضرر ندارد و تنها و تنها برای در حرکت در آوردن شعور انسانی می باشد. اگر شعور در حرکت ندارد هیچ مورد پیشروی نمی شود و شعور تنها در مورد آموزش کتاب می شود. در آزمون امسال در نهیه بلجوان شماره اشتراکچیان به مراتب زیاد شده است و در همه نامینیسیه ها نورسان و جوانان فعالند. آنها ده ها اثرهای توصیه شده را از بر کرده در نزد حکمان برآمد کردند. عین زمان دور نهیوی آزمون فروغ سوپی دانایی رفته ایستاده است. با دور دویم باشد 122 نفر شهروندان روخد یافتند که حکمان از بین آنها بهترین ها را به دور ولایتی روخد می دهند. هدف اساسی آزمون فروغ سوپی دانایی بلند برداشتن ذوق کتابخانی، تقویت جهانی معنوی میان قشرهای مختلف جامعه به خصوص نورسان و جوانان می باشد و آن رسالت خیش را اجرا کرده ایستاده است. شیرین جان سفرزاده، سیف الدین اسماعیلوف از نهیه بلجوان برای برنامه نوید.